درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان آژانس خبری سوئیس SDA در گزارشی خبری در رابطه با تحولات اخیر خاور میانه و احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل نوشته است که در قلب یک خاور میانه پرآشوب که آتش درگیری های منطقه‌ای روز به روز در حال شعله ورتر شدن است حالا تهدیدات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جهان را در وضعیت اضطرار و انتظار قرار داده است. بنیامین نتانیاهو با صدایی بلندتر از همیشه بر تبل جنگ میکوبد و با تکیه بر استراتژی های پیچیده نظامی تمام توان خود را به کار گرفته تا جمهوری اسلامی را در تنگنای دفاعی قرار دهد. آیا این صحنه سازی های تهاجمی تنها یک تاکتیک بازدارنده است یا پیش درآمدی برای آغاز جنگ تمام ایار که میتواند تواند میانه را به ورطه ای از آشوب بیپایان بکشاند اما این فقط آغاز ماجرا است در این میان شاهزاده رضا پهلوی با پیام های قاطع و برنامه های آینده نگرانش به جهان غرب و حتی اسرائیل این اطمینان را می دهد که خلع قدرت پس از فروپاشی احتمالی رژیم اسلامی شکل نخواهد گرفت. حضور او در عرصه بین المللی دیدارهایش با دونالد ترامپ و سران اسرائیل و حمایت رو به افزایش غرب این پرسش را به وجود آورده است که آیا شاهزاده رضا پهلوی همان مهره کلیدی است که قرار است پازل فروپاشی جمهوری اسلامی را تکمیل کند منطقه در لحظات حساس خود قرار دارد و هر ساعت که میگذرد احتمال برخورد نظامی نزدیکتر می شود. در این میان چهره شاهزاده رضا پهلوی به عنوان گزینه ای جدی برای رهبری دوران گذار بیش از پیش در حال برجسته تر شدن است. آیا او میتواند ایران را از سایه رژیمی سرکوبگر به سمت یک نظم جدید هدایت کند و همزمان با ایجاد اعتلاف های استراتژیک مانع از هرج و مرد شود؟ نگاه ها به خاورمیانه میانه دوخته شده و جهان در انتظار لحظه ای سرنوشت ساز است. نتانیاهو با حمایت قرب و فشارهای روز افسون بر جمهوری اسلامی تمامی قطعات پازل را به هم می چسباند. آیا تهدیدات اسرائیل سقوط نهایی رژیم اسلامی را تسریع خواهد کرد؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی همان ناجیست که بتواند پس از فروپاشی ایران را در مسیر بازسازی و بازگشت به جایگاه واقعی خود در جهان هدایت کند؟ این معمایی است که بزودی پاسخ داده خواهد شد اما یک چیز روشن است تحولات بزرگ خاور میانه در راه است و هیچ کس نمیتواند از تأثیرات آن مسئول بماند خاور میانه در دهه های اخیر تبدیل به میدان درگیری های نیابتی شده بود جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی خود در کشورهای مختلف از جمله لبنان، سوریه، عراق و یمن توانسته بود نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد نفوذی که اسرائیل ظرف تنها یک سال همه آن را برباد داد حزب الله به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل همواره تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل به شمار می رفت اما نکته ای که امروز مشاهده می شود تار مار شدن حزب الله است اسرائیل گفته است که تقریبا تنها یک سوم موشک های حزب الله باقی مانده است و به دلیل عدم توانایی مدیریت مناسب آن یک سوم هم قابلیت اثر بخشی چندانی ندارند. بنیامین نتانیاهو که همواره به عنوان یک سیاستمدار سرسخت و تهاجمی شناخته شده است، در سالهای اخیر تلاش کرده تا با همراهی ایالات متحده و برخی کشورهای عربی یک اتحاد منطقه علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند. پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی انجامید گام مهمی در جهت انزوای جمهوری اسلامی بود اما آیا اینها برای مهار جمهوری اسلامی کافی بود؟ جواب خیر است و به همین دلیل حالا نتانیاهو شمشیر را برای علی خامنه ای از رو بسته است نتانیاهو به خوبی می داند که جمهوری اسلامی تنها به دیپلماسی و تحریم اقتصادی پاسخ نخواهد داد برای جمهوری اسلامی که بقای خود را در گسترش نفوذ منطقه‌ای می‌بیند هر گونه تهدید به معنای حمله مستقیم به نظام است بنابراین اسرائیل با این استراتژی‌های تهاجمی به دنبال افزایش فشار بر ایران و به دست آوردن زمان برای توسعه توانمندی‌های دفاعی خود است اما آنچه باعث شده نگرانی ها افزایش یابد این است که نتانیاهو به نظر میرسد به یک بازی دولبه وارد شده است از یک سو تلاش می کند تهدیدات نظامی را علیه جمهوری اسلامی افزایش دهد و از سوی دیگر در حال تدارک برای یک برخورد نظامی همه جانبه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اسرائیل به دنبال یک جنگ محدود است تا قدرت نیروی هوایی و سامانه های دفاعی خود را به رخ بکشد. اما برخی دیگر بر این باورند که نمیتوان روی منطق ملاها حساب کرد و اسرائیل نمیتواند مطمئن باشد که اگر بخواهد جنگی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند ملاها به این سادگی اجازه دهند توپ در زمین خودشان بماند حتی اگر به بهای نابودی خودشان باشد منطقه را به آشوب میکشند و این تنها نگرانی کنونی غرب است آنچه امروز خاور میانه را بیش از پیش نگران کرده است احتمال یک جنگ ترکیبی است جنگ ترکیبی نوعی از جنگ است که در آن ترکیبی از عملیات های متعارف و غیر متعارف، جنگ های سایبری و اطلاعاتی، استفاده از نیروهای نیابتی، حملات هوایی و حملات تروریستی در خاک کشورهای مختلف صورت می گیرد. اسرائیل تا کنون بارها نشان داده که توانایی های لازم برای اجرای چنین جنگی را دارد. عملیات های پیچیده نظامی اسرائیل علیه حماس و حزب الله نمونه هایی از توانمندی های این کشور در اجرای جنگ های نامتقارم بوده است. چیزی که جمهوری اسلامی هم ادعا داشت در آن حرف هایی برای گفتن دارد اما به نظر میرسد که در آن شکست خورده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل به دنبال یک جنگ کنترل شده با دستیابی اهدافش در کنترل توان هسته و دفاعی جمهوری اسلامی و خلاصی از شر نیروهای نیابتی این رژیم برای خرابکاری در خاک اسرائیل است. اما غرب به اسرائیل این هشدار را داده است که ممکن است به دنبال انجام عملیات های هوایی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی احتمالا با حملات موشکی و پهپادی نه فقط به خاک اسرائیل بلکه به پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه پاسخ دهد که این میتواند کل منطقه را به یک درگیری گسترده و غیرقابل کنترل سوق دهد و اگر تا کنون اسرائیل حمله نکرده است و مذاکرات گستردهی بین طرفهای های غربی و اسرائیلی طی هفته های اخیر صورت گرفته است تنها دلیلش همین است غرب میخواهد مطمئن شود که اسرائیل به گونه ای پاسخ خواهد داد که جمهوری اسلامی توپ را ترجیح دهد در زمین خود نگه دارد و جنگی فراگیر رخ ندهد آنچه که مسلم است این است که هر گونه درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی تأثیرات عمیقی بر منطقه خواهد داشت و خاور میانه که همواره در آتش اختلافات و جنگ نیابتی سوخته است امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه یک فاجعه نظامی قرار دارد بسیاری از کشورهای خاور میانه از جمله عمان، قطر، عراق و حتی عربستان سعودی که تمرکز خود را بر رشد و توسعه اقتصادی، گردشگری و توسعه پایدار نهادند سعی دارند هر طور که شده از ایجاد یک جنگ خانمانسوز در خاور میانه جلوگیری کنند اما راه حل آن را هنوز به نظر می رسد که نیافتند مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.